خیلی متشکرم از سه تا فنکار که این برنامه رو تهیه دیدن، آقای محمد توکلی طراحی، آقای مسعود منصورزاده که اینجا نشستن که کارهای تکنیکال اینجا رو انجام دادن، و آقای حریری که تشکر میکنم و از شما تشکر میکنم که شب خود خوبتون رو گذاشتین کنار بیاین به حرفای من گوش بدین. یک چیز مقدمه کتاب رو که در واقع شرح حال بزرگ شدن خود من با سینما هست در ایران من فرستادم و فکر میکنم شاید بعضیاتون دیده باشید و توی همون مقدمه هم راجع به این که چجوری این کتاب وجود آمد صحبت کردم. بنابراین دیگه الان به این موضوع نمیپردازم، فقط به این موضوع بسنده میکنم که بگم کتاب چهار بخش هست. از در واقع 1897 شروع میشه و تا سال 2010 سینمای ایران رو و سینمای ایرانیان رو مورد توجه قرار میده. در چهار جلد هست کتاب، جلد اول و جلد دومش الان چاپ شده. جلد اول آرتیزانو سینما هست که به دوران اواخر دوران قاجار می‌پردازه، یعنی از دوره‌ای که ایرانی‌ها برای اولین بار فیلم دیدن، از 1897 که اولین کسی که اولین سینماچی ایرانی میشه خارج میره و فیلم میبینه و در تو دفتر خاطراتش که چاپ شده شرح میده که فیلم دیده. این در واقع من پایه اولین سینما ایران رو از اونجا شروع کردم، از اولین خاطره که سینماچی وقتی هم میگم سینماچی منظورم کسی است که سینما دار میشه، یعنی سینما تأسیس میکنه بعد در ایران در سال 1903. این در واقع سنگ سینمای ایران رو میذاره و این جلد اول به دوران اواخر دوران قاجار توجه میکنه و دوره رضا شاه. جلد دوم Industrializing Cinema، دورانی است که سینما به صورت یک صنعت همه‌گیر در میاد، تولید انبوه میشه و این در دوران پهلوی دوم هست، یعنی از 1941 تا آخر دوره پهلوی. بخش یعنی کتاب سوم دوران گذار هست از پهلوی به جمهوری اسلامی که دوران خیلی پرتنشی بوده طبیعتاً همه میدونین و سینماها خیلیش نابود میشه، سینماها پاکسازی میشه، انقلاب فرهنگی میشه، تمام اتفاقات انجام میگیره. من تو زمینه سینما اینا رو مطالعه میکنم که چه تعداد زیادی از هنرمندا و سینماگران به خارج میرن و یه موج جدیدی از سینما رو در خارج به وجود میارن. بخش کتاب چهارم هم Globalizing Era تمرکزش روی انواع سینماهای مهمی است که در دوران جمهوری اسلامی در ایران به وجود اومد، سینمای مستند ایران که خیلی جالب داره میشه و شده، سینمای زنان هم خیلی سینمای مستحکمی شده برای اولین بار در دهه اول بعد از انقلاب، یه مرتبه تعداد زنانی که به کارگردانی فیلم پرداختن، فیلم داستانی، از تمام 8 دهه گذشته بیشتره و این دیگه سیستمی که به نظر میاد کاملا ضد زن هست. چجوری اتفاق میفته خودش یه بحث خیلی خوبی هست و سینمای هنری جمهوری اسلامی هم یه سینمایی که همه ما اینجا خیلی بیشتر میبینیم در خارج و در آخر هم بخشی است که توجه میکنه به سینمای تبعیدی و مهاجرتی ایرانی هم. این در واقع شمای کلی این کتاب هستش. حالا من قسمت های اول رو بذارم کنار و من یه مقداری پاورپوینت نشون میدم بهتون، یه مقداری فیلم کلیپ های مختلف این دوران رو به حضورتون میرسونم. جلد اول کتاب مال دوران قاجار هستش. در این دوران من صحبت هم این هست که سینمای ایران یه سینمای ورکشاپیه، یه سینمای کارگاهیه، مثل کارگاه های صنعت عمده ایران در این موقع کاملا یه صنعت کارگاهی بوده که یه استوکار بوده که این استوکار تمام کارا رو انجام میداده و ممکنه یکی دو تا شاگرد هم داشته بوده، ولی استوکار است که مالتی فانکشناله، یعنی همه کاره هست،
و خیلی از اختراعات ایرانی هم خیلی اختراعات جدیدی در این موقع دوره می کنن. مثلا برای گردوندن موتور فرض کنید پروژکتور از چرخ خیاطی استفاده می کنن. اما و اقسام اختراعات مندرآوریه که خیلی هم درست بوده برای اینکه تکنولوژی خیلی محدود بوده اون موقع در ایران. تماس ایران در این دوره با غرب خیلی تماس سهمگینی بوده. ایرانیان خیلی در واقع خودشون رو با گذشته خودشون مقایسه میکنن، با جلال و جبروت دوران هخامنشی ها مقایسه میکنن، یه دوران صفویه و اوضاع فعلی رو میبینن که خیلی ایران آن ایران خیلی محققی هستش. در این حال ایران فعلی رو، ایران اون روز رو مقایسه میکنن با دوران با اروپا و امریکای همون دوران و باز در این موقع متوجه میشن که ایرانی کشور حقیقی شده و این حالت خودکمبینی خیلی شدید یک به نظر من یک ترامای خیلی عمده‌ای بوده برای ایرانی ها. و نمونه‌اش رو هم خدمتتون عرض کنم که بذارین براتون بگم. کجا بگم؟ همین آقای چیز رحیم خان صحاف باشی که یه تاجری بوده که به ژاپن میرفته، به کانادا میره، به امریکا میره و از اینجا انواع و اقسام وسایل خارجی با خودش میاره. مثلا دستگاه ماشین ایکس‌ری میاره ایران، چرخ خیاطی میاره ایران، یه وسایل دیگه تکنولوژیکی میاره. برای اولین بار در کانادا فیلم میبینه و خیلی مختصرا شرح میده که چی دیده. ولی چیزی که برای من خیلی راجبه این دیگه حرف زیادی نمیزنه. ولی در جاهای دیگه کتاب مرتب خودش رو مقایسه میکنه و ایران رو مقایسه میکنه با کانادا و امریکا و کاملا احساس حقارت شدید خودش رو نشون میده. یه پسج داره رو براتون بخونم. ربیع الاول در ویکتوریا کانادا میگه: امروز چون جمعه این مردم بود من هم رفتم در مسجد ایشان. خوب که تصور کردم دیدم آنچه را که اینها دارند ما به عکس آن را داریم. مثلا ایشان چراغ برقی دارند، در معبدها ماها چراغ پی داریم. آلات فلزی آنها همیشه براق و شفاف است، مال ما چرک و زنگ خورده. آنها در مسجد چشم گوشند، ماها فریاد و صحبت می کنیم. واعظ آنها نوعی نطق می کند که همه کس می فهمد، زیرا که نطقش زبان عامه است و هر بچه درک می کند. واعظ ماها نوعی به لسان عرب تند و غلیظ تکلم می کند که خودش هم نمی فهمد. آنها سینی به دست گرفته بدون اظهار به کسی راه می روند. هر کس خواست پولی در آن سینی می اندازد برای فلان مصرف. ماها برای لهو و لعب شخصی اصرار می کنیم. آنها روی نیمکت های مخملی می نشینند، ماها روی بوریای پر از خاک می خوابیم. اینها با آهنگ خوش و مختلف مردم رو به مسجد برده، ماها به صورت اکراه. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. چیزی که در خودمون بهتر دیدم فقط تطهیر مقعد است و بس. مقصود از نوشتن این کلمات تعریف مردم نیست، بلکه موعظه است برای کسان شخصی خودم. اگرچه گفتن نرود میخ آهنی بر سنگ و حالا که از روی علم و دانایی مکرر دیدم که میخای آهنی به سنگ رفته است. این نوع نوشتن های مقایسه خود با دیگری در زمان حال یا مقایسه خود زمان حال خود با زمان گذشته خود توی نوشته های دوران اواخر قاجار خیلی زیاد هستش و من فکر می‌کنم یکی از دلایل اینکه به غرب ایرانی ها رفتند و خیلی ها مسافرت میکردند در غرب برای اینکه راز پیشرفت غرب رو کشف کنند. دیگه در این دوران سینمایی بودی که بنابراین این حالت حقارت با غرب همیشه توی سینماگران اولیه بوده و یکی از دلایلی که سینماگران اولیه میرن به سوی فیلم سازی دقیقا این بوده که اینها یه تصویر دیگه ای از ایران جدید بدن، یه self-empowering به اصطلاح ایمیج تولید بکنن
و یه فیلمی حالا من چند دقیقه بعد براتون نشون میدم که نشون میده کاملا این حالت اینکه چجوری فیلم درست کردن موجب این میشه که آدم احساس غرور بکنه نسبت به خودش. ببخشید یه خود ریز اینجا من باید با خب یکی از تزایای این فیلم این کتاب همینه که سینما مدرنیته میاره با خودش که شرحش رو براتون خواهم داد. یکی از تزایای دیگه این کتاب همینه که نقش مهمی که اقلیت‌های مذهبی در و اقلیت‌های قومی در به وجود آوردن سینما در ایران داشتن، بهایی‌ها، ارمنی‌ها، یهودی‌ها، اینا خیلی چون به کار به کارهای دیگه که کارهای به اصطلاح رسپکتبل جامعه بود راه کمتر داشتن، اینا به تدریج رو به سوی کارها رفتن که تا اندازه مذموم بود در نظر عام، مخصوصا فرض کنین رقص، موسیقی، هنر، چیزای اینطوری. دوم کسایی که اقلیتی بودن اغلبشون مالتیکالترال بودن و مالتیلینگوال بودن، یعنی چند زبونه بودن و به مسافرت به خارج کرده بودن، خیلی با فرهنگ‌های دیگه آشنا بودن، خیلی هاشون تاجر بودن و اصلا میدونستن راه و چار مسافرت کردن و اینها رو میدونستن و همونطوری که محصولات خارجی رو میوردن به ایران افکار خارجی رو به خودشون میوردن ایران، بنابراین در یه پوزیسیون خیلی خوبی بودن که صنعت سینما در ایران رو پایه‌گذاری بکنن. همونطوری که در امریکا هم یهودی‌های اولیه در اوایل صنعت امریکا یهودی‌ها خیلی شرکت کردن، در یهودی‌هایی که از روسیه بودن یا از اروپای شرقی آمده بودن، برای که اونا هم بیزنسمن بودن در اون کشورها و دقیقاً مدل بیزنسمن بودن رو روی سینمای امریکا پیاده کردن، یعنی به صورت به فیلم به صورت یک کالا نگاه کردن و فروشش هم به همون صورت کردن، یعنی واقعا جنیس چیز یهودی‌هایی که فروشنده بودن و از اروپای شرقی اومدن این بود که فیلم رو به صورت یک کامودیتی دیدنش و مثل اینکه چیزای دیگه میفروختن فیلم به همون صورت شروع کردن و فروختن و یه مدلی به وجود آوردن که الان همه خارج رو گرفته، یعنی سینمای امریکا الان 80 تا 80 درصد سینمای دنیا رو فیلمای امریکا گرفته و این نه فقط در کشورهای جهان سومه بلکه در کشورهای جهان اول مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل آلمان سینماهای عمده‌شون پرده سینماهاشون رو سینمای امریکا گرفته. این مقاله به خاطر این طرز دید نسبت به فیلم هستش. و در آخر هم مسئله‌ای است که در این جلد مطرح میشه، مسئله اهمیت تصویر زنان هست. برای که برای اولین بار تصویر زنان بر پرده سینما موجب اولین عمل سانسور در ایران میشه. شیخ فضل‌الله نوری ظاهرا شنیده در 1904 که در سینمای همون صحاف‌باشی که گفتن فیلم دید در امریکا، در سینماش که پشت اتاق مغازه آنتیک فروشیش بوده این داره فیلم نشون میده که زن سرباز نشون میده، زن بدون حجاب، و این فتوایی صادر میکنه بر ضدش و مظفرالدین‌شاه هم این فتوا رو به اجرا میذاره و در مغازش رو بعد از یک ماه کار میبنده. یعنی اولین سینمای ایران که ما میبینیم، اولین سینمای عمومی کامرشال ایرانی بعد از یک ماه درش بسته میشه به خاطر تصویر زن. خود حضور زنها هم در سینماها در دوران اول مسئله مشکلی میشه و سینماچی ها کاملا میدونن که اهمیت زنان برای بیزنسشون چقدر زیاده، برای اینکه زنها هستن که فامیل رو میارن، خانواده رو میارن، بچه ها رو میارن، ولی برامانی اگر زن آمد توی سینما تکی نمیاد، با تعداد دیگه میاد، یعنی مشتریشون یه مرتبه چند برابر میشه. اونا به خاطر این زنها رو نمیخواستن که لیبرال بودن یا علاقمند به ایکوال رایتس از اینجور چیزا بودن، اونا میخواستن بیزنسشون را بیفته، زنها براشون خیلی اهمیت داشت از این نظر و به همین علت اونا انواع و اقسام هیئت نصب دادن که زنان رو جذب کنند به سینماها. اولی کاری کردن بود که سینما رو تقسیم بندی کردن از نظر جنسیت، زنان این طرف، مردان این طرف،
زنا پایین مردا بالا نمیدونم. بعد درها رو جدا کردن، یه در آقایان در خانم ها گذاشتن، بعد پاسبان رو بردن گفتن توی آگهی هاشون میبینیم که آگهی تو روزنامه ها که برای توجه خانواده های محترم امشب مثلا ما گارد داریم که مواظب درها باشه، مواظب باشه که عمل خلاف انجام نگیره، شما تشریف بیارید ببینید. بعد شروع کردن به این که تخفیف بدن به خانواده ها، اگه تعداد فلان نفر اومدن ما تخفیف میدیم برای بلیط ها. انواع و اقسام کارا کردن که بیارن، یا در برای زن ها فیلم ها رو شبا مثلا در سینمای زردوشتیان که مال دبستانی بود که سالونی داشت که برای فیلم تهیه دیده بودن، این سالون رو مختص زنان کردن. البته با جالبش اینه که در امریکا هم همین خیلی از اینجور کلک ها در مورد حضور سیاه ها در سینما ها به اجرا در میمد. سیاه ها نمیتونستن تیه سینما هایی برن که سفید ها میرفتن، برای همین علت ساعت به خصوصی رو برای سیاه ها گذاشته بودن، یا سینما های به خصوصی رو در روزهای به خصوصی فقط سیاه ها میتونستن برن ببینن. خیلی شباهت وضعیت حضور زنان در سینما ها در ایران به سیاه ها در امریکا شدید هستش. اما دستوانی حرفه که میزدن فکر کردم این سلاید روی پرده نبود. حالا برزد این حرفا رو داستانش رو دادم بیشتر شد. چیزی که فقط نگفتم اینه که سینمای ایران هم از هنرهای نمایشی ایرانی و اسلامی استفاده کرده و هم از هنرهای نمایشی خارجی. یعنی سینمای ایران یه ملغمه خیلی جالبیست. مدرنیته سینمای ایران یا مشخصه به خصوص سینمای ایران در این مخلوط کردن خاص چیزهاییست که از نقالی یاد گرفتن، از شاهنامه خوانی یاد گرفتن، از تعزیه یاد گرفتن، از پرده خوانی یاد گرفتن و اون چیزهایی که از تولید فیلم از خارج یاد گرفتن. حالا یه چند تا نمونه براتون نشون میدم. اولین کسی که ما میدونیم فیلم گرفته، اولین ایرانی که فیلم گرفته چیزه، عکاس دربار مظفرالدین شاه بوده، میرزا ابراهیم خان عکاس باشی که اینجا شما تصویرش رو میبینید که مشخص شده اسپاتلایت گذاشتن روش. و این آقا با مظفرالدین شاه میره پاریس در سال 1900 که برای نمایشگاه بین المللی پاریس یونیورسال اکسپوزیشن در پاریس شرکت کنه و در اینجاست که برای اولین بار سینما رو 5 سال بعد از اختراعش به طرز خیلی وسیعی نشون میدن روی پرده خیلی بزرگی که از روی زمین با یه زنجیری با موتور میکشیده بالا میورده به سقف 90 متر ارتفاع شده، چیز خیلی عجیب و بزرگی بوده و روش آب میپاشیدن و به این ترتیب این پرده ترانسلوسنت میشده، از هر دو طرف شفاف بوده، میتونستن از هر دو طرف ببینن. برای اینکه این پرده وسط یه آمفی‌تئاتر بوده مثل اینجا، این پرده تصور کنید این وسط میره بالا، این آدمایی که این پشت نشستن نمیتونستن ببینن اگه پرده تر نبوده. به هر صورت مظفرالدین شاه این سینما رو برای اولین بار در این در اینجا میبینه و شرح حالش رو درش خاطرات خودش مینویسه و میگه ما این فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز دیدیم، از اینها خوشمان آمد و به عکاس باشی دستور دادیم که همه وسایل رو بخرد تا به نوکران خودمان در تهران نشان بده. یکی از دوربینا رو ظاهرا همونجا می‌خرن و این آقای عکاس باشی با خودش می‌بره در مسافرت و از مسافرت مظفرالدین شاه یه مقدار عکس می‌گیره، فیلم می‌گیره. این صحنه که الان می‌خوام نشونتون بدم فیلم‌های اون هستش. مطمئن نیستیم که همه این صحنه‌ها مال اونه، ولی این حالا مظفرالدین شاه توی کالسکه نشسته میبینیم با شدت خیره شده به دوربین. جورج برنارد شاه در همین موقع یه فریزی به وجود آورد که خیلی جالب بود، میگفت که سینما چیه؟ یه افعی یک چشمیه که همه رو مفتون خودش میکنه
و این تصاویری که از مظفرعلی شاه می‌بینید خیلی به نظر میاد کاملا مفتون این دوربین یه چشمی، این افقی یه چشمی شده. صحنه‌های مختلف در شهرهای مختلف هستش. فکر میکنم یه رودخانه سن هست و این ساختمانی که میگین ساختمانی مربوط به همون اکسپوزیسیون هستش که ایران هم در اونجا یه شعبی پاویلیونی داشته که راجع به اون جالب خود مظفرعلی شاه هیچ حرفی نمیزنه، ولی راجع به پاویلیون و این سینما و چقدر این بزرگ، این آمفی‌تئاتر چقدر بزرگ بوده که از تکیه دولت مثلا خیلی مجلل‌تر بوده. تکیه دولت اون موقعی که از افتخارات چیز بوده. این صحنه خیلی مهمی که راجبش می‌نویسه، زنانی سوار بر درشکه گل می‌اندازند از سوی شاه و شاه با شدت و حرارت اینا رو پس می‌اندازه واسه شون. الان می‌بینید اینا شاه اون ته فیلم هست و شاه دوباره راجب این هم می‌نویسه، می‌نویسه زنان با 35 کالسکه از جلوی ما رد شدن، دستگل می‌انداختن، ما اینا رو پس می‌انداختیم براشون. و عکاس باشی هم در حال سینماتوگراف اندازی بود. حالا این آقای عکاس باشی وقتی میاد تهران شروع می‌کنه به فیلم گرفتن از چیزایی که مورد علاقه شاه بوده. توجه بکنید که اولین، برخلاف امریکا که اولین فیلم‌ها برای تماشای آدم‌های عادی بوده، توی خیابونا مردم رد می‌شدن، یه سینما هم هست مخصوصاً خانم‌ها اول مشتری عمده سینمای امریکا بودن، در این خرید می‌مدن 20 تا فیلم می‌دادن، بعد می‌رفتن باز خونه یه خرید دیگه می‌کردن. در ایران اینطوری نبوده، سینما در اول یه چیز خصوصی بوده، یه پدیده خصوصی بوده و یه پدیده بوده که اسپانسر دولتی داشته یا اسپانسر طبقات بالا رو داشته و بنابراین فیلمایی هم که می‌گرفتن از منابعی بوده، از موادی بوده، از چیزایی بوده که مورد علاقه تماشاچی‌هاش بوده. حالا این چیزی که من نشون میدم چند تا صحنه متعدد و متنوع هست توش. به جالب‌ترینش این تصاویر دو تا سکانس اولیه هست که راجع به زنان هست. برای اولین بار در تاریخ سینما ما فکر کنم زن رو در محیط عمومی، در محیط باز می‌بینیم با چادر و چاخچور، اینا دارن وارد شاپ‌العظیم میشن، ایستگاه ماشین دودی بهش میگفتن، ایستگاه قطار شاپ‌العظیم. بیچارشون یه خورده زدن بالا که تو ببینن بیرون. دوربین در سطح ارتفاع خودشون هست، از بالا نیست، تو جمعشون وارد شده، این قطار داره وارد میشه توی ایستگاه. این قطاریست که از نظر جنسی سگرگیتد بوده، زن و مرد جدا میشستن، همینطوری که الان در اتوبوس‌های ایران جدا میشین از زن و مرد، واگن زنها و واگن مردها. زنان که به سوی واگن خودشون میرن و اینا باید یه سری تصاویری که دلقکای شاه کتوله رو میزنن به اصطلاح اینجا به قول خودشون. فراشای شاه بودن ظاهرن. اینجا بازیه، پاسور بازیه که سرش دعوا میشه با یه آقای عرب، اونجا برابر کتکش میزنن. اینا باز نشون دهنده بله ریسیزم اون موقع ایران هست که الان هم هست دیگه، عقاید تند و تیز ضد عرب در ایران زیاد بوده. در این صحنه خود مظفرعلی شاه هست که داره یکی از صحنه‌های شکارش رو در واقع بازسازی میکنه. مظفرعلی شاه میگن خودش هم یه مقداری از این فیلم‌ها رو خودش گرفته، چون علاقه‌مند به فیلم بود،
پدرش ناصرالدین شاه علاقه زیاد به عکاسی داشت. اینجا خودش با آنتوراژش داره میاد جلو و جالبی صحنه اینه که دو بار تکرار شده. ظاهرا عکاسه این شاکر رد میشه بهش میگه آقای شاهنشاه خوب در نیامد دوباره بریم دوباره تشریف بیارید. بنابراین شاه برمیگرده دوباره از اثر میاد جلو. حالا ما این فیلم ها رو خیلی تصور کنیم فیلم های مستنده، در حالی همین تیکه کوچولو نشون میده که حتی این چیزهای مستند کوچولو هم ساختگی بوده تا اندازه‌ای. به این ترتیب که بهش گفته یه بار شما برید خوبه، خوب در نمیاد بار دوم برید، تکرار. همون تکرار خودش یعنی ساختگی بوده. یکی از چیزهای جالب سینما که صحبتش رو میکنم در این بخش و در بخش های در کتاب چهار کتاب، نقش سینما در آوردن مدرنیته به ایران هستش. یکی از دلایلش اینه که خود فیلمسازای اون موقع آدمای مدرنی بودن یا مدرنیست بودن، فرنگی بودن، فوکولی بودن. این آقای مثلا ابراهیم خان عکاس باشه، این همون اولین عکاس فیلمساز ایرانی که اون عکس رو گرفته بود از زنان گلانداز، این خودش خیلی فوکولی پرتویزه نه؟ فوکول هم که دیشب میگفتم تو برنامه، فوکول به این گفته میشه به the bent collar not the focus به موی سر. در ایران معمولا وقتی به یکی از میگه فوکولی موی سر ازش مستفاد میشه، ولی اشتباه است. اون این چیزه، این یقه آهاری برگشته است و کراواتی که میزدن. و این یکی دیگه یه آقای فوکولی دیگه از فیلمسازهای فوکولی آرداشس باتماگریان که ارمنی ایرانی بوده که این از معروفترین چیزا سینماگران اون موقع بوده. خیلی خلاصه بگم سینما مدرنیته میورده نه به خاطر اینکه فیلمسازا خودشون مدرن بودن، بلکه سینما خودش تصاویر چیزهای مدرن رو نشون میداده. اولین فیلم‌های ایرانی و فیلم‌های دوران رضا شاه مخصوصا تاکید زیادی دارن که یه مدرنیته ایران رو نشون بدن، قطار نشون بدن، اتومبیل نشون بدن، صحنه‌های شهریت و شهر تهران که داشته مدرن می‌شده رو نشون بدن. یکی از راه دیگه که سینما با مدرنیته رابطه پیدا می‌کنه اینه که نحوه‌ای که خود فیلم ساخته میشه یه نحوه مدرن و اندستریال هستش. در ایران همونطور که گفتم در کتاب اول بحث سر اینه که سینما کارگاهی بوده مدرن نبوده. در بخش دوم که دوران پهلوی دوم هست نشون میدم کاملا که چجوری تعداد فیلم ها بالا میره، سینما صنعتی میشه، استودیوهای متعددی به وجود میان، هر استودیویی شامل کارکنان ماهر در زمینه های مختلف و تخصص های مختلف بوده، تلویزیون میاد سر کار، تولید انبوه 92 فیلم در سال در دهه 1900 در میاد در ایران. اینا فیلم ها همه یه رنگ نیستن، فیلم های متفاوت هستن در ژانرها و گونه های متفاوت برای سلیقه ها و عقاید مختلف هستش. به این ترتیب سینما به یه چیز صنعتی شدن در میاد. سینما خودش باز مدرنیته میاره به خاطر اینکه در وجود خودش حرکت هستش. تمام صحنه‌های از سینمای اولیه که ما می‌بینیم مربوط به چیزایی است که در حال حرکت هست، قطارهایی که در حال حرکت هستن، اسبایی که در حال حرکت هستن. اصلا نفس حرکت یه چیز خیلی مهمی میشه در سینمای اولیه و چیز دیسپلی، چیزی که آدم اسپکتاکل باشه، چیزی که نشون نمایشی باشه، چیز نمایشی. بنابراین خیلی از فیلمای اولیه مثل همون کتک‌کاری که دیدین چیزای نمایشیه، چیزی که اتفاق می‌افته. تارزان مثلا، نمیدونم ژیمناستیک ها، اولین فیلم های مستند ایرانی مثلا راجع به زورخانه های ایران هست که نشون میده نمایشاتی که پهلوانان انجام میدادن. بنابراین سینما با موبیلیتی و با سپید و با موومنت کاملا عجیب بوده. یه راه دیگه سینما که مدرنیته رو میورده اینه که به فردیت کمک میکرده، به ذهنیت فردی کمک میکرده. ولی اینکه طوری که فیلم ساخته میشه و مونتاژ میشه اون چنان هست که هدفش اینه که همزاد پنداری به وجود بیاره بین تماشاگر و بازیگر روی صحنه، که ما هر کدوم تک تک خیال بکنیم که اون بازیگر داره به من نگاه میکنه، اون نگاه چشمان گریانش متوجه من هستش،
اون آرزویی که داره نشون میده، اون درد و رنجی که داره، اون ترس و وهمی که داره، اینا همون ترس و وهمه من هست. بنابراین نفس دیدن فیلم به یه ترتیبی آدم رو مدرن میکنه، چون فردیت ذهنی بهشون میده. در صورت اینا تزاییست که در کتاب های مختلف من راجع بهشون صحبت کردم. خدمتتون عرض کنم که حالا سینما صدا 1927 وارد سینما میشه در امریکا و در ایران اولین فیلم ناطق که لغت از روسش بوده، فیلم دختر لور هست که کارگردانش اردشیر ایرانی هست که یه پارسی هم از نژاد ایرانی بوده که امپریال فیلم، استودیوی امپریال فیلم بمبئی رو اداره میکرده. آقای ابراهیم گلستان که یه شاعر بوده که میخواسته مطالعات در زمینه زبان پهلوی و اوستا و اینا بکنه، میره به هندوستان که اونجا پیش علامه های هندی درس بکنه و اینا. رفیق این آقای چیز اردشیر ایرانی میشه و اردشیر ایرانی میشه یا تو برو این مداری چیز بخون، کتاب راجع فیلمسازی بخون و میخونه و یه سناریوی مینویسه که این سناریو تبدیل میشه به اولین فیلم ناطق ایرانی که در خارج ساخته میشه. سپنتا نه گلستان. من گفتم گلستان؟ ببخشید سپنتا، بله عبدالحسین سپنتا کاملا. جالبش اینه که اینم یه جنبه خیلی مهم سینمای ایران هست که از اول ترانس نشنال بوده. این همون اولین تصویری که نشون دادم باهاتون که زنان گلپران رو نشون میداد در بلژیک گرفته شده بود، اولین فیلم سامت و اولین فیلم ناطق هم در هندوستان گرفته شده به زبان فارسی و به همین ترتیب هم این جریان ایرانی های خارج تأثیر به سزایی داشتن روی سینما و الان هم دارن که حالا میشه راجع به اینا بحث بیشتری کرد. برن دختر لور میاد ایران و کاملا مثل بوم منفجر میشه صدا، یعنی صدا یه مرتبه مردم سینماچی را خیال میکردن آدم های شارلاتانی هستن و بنابراین وقتی که فیلم ناطق میاد خیلی ها خیال میکردن که اینا یک کیسایی رو این سینماچیه کرایه کرده برن پشت پرده اونجا حرف بزنن و این اینا واقعی نیستش. یعنی اینقدر عدم اعتماد نسبت به سینماگران بوده که اینا هیله‌گرن، انواع کارهای مختلف میکنن که مشتری رو خرق کنن بیارن توی سینما. ولی این فیلم به همین علت هم خیلی اهمیت داشته که تمام این داستانها رو میذاره کنار، همه مردم میبینن که نه سینما واقعا حرف میزنه و اون خانمی که نقش دختر لو رو بازی میکنه اکسنت خیلی شیرین کرمانی داشته که محسن مخملباف هم از همین داستان استفاده میکنه توی فیلمش ناصرالدین شاه اکثر سینما، دقیقا از اون صحنه هایی از فیلم دختر لو رو نشون میده. میخوای بیای منم ببینی؟ دختر لو میگه چیز به هر صورت این فیلم همزمان با این فیلم ناطق اولین فیلم صامت ایران هم در میان که فیلم حاجی آقا اکتور سینماست که این توسط یک ارمنی ایرانی روسی تاجیکی معلوم است در واقع انواع و اقسام داستان‌ها نسبت به مبدأش هستش، ولی ما می‌دونیم که در روسیه درس سینما خونده بوده و وقتی میاد ایران این barely could speak English، I mean Persian ببخشید، به زبان فارسی هنوز نمی‌تونه حرف بزنه مثل من، ولی شروع کرد اولین فیلمش رو کارگردانی کردن که اون فیلم آبی و رابی هست و هیچ اثری ازش نمونده. اولین فیلمی که ما اثری ازش داریم که فیلم داستانی هست همین حاجی آقا اکتور سینماست، درام کمدی در 8 پرده توسط یه شرکتی که اسمش رو میذاره پرس فیلم و این فیلم بلند هست. جالبی این فیلم چیزای جالب خیلی داره. یکی از چیزای جالبش اینه که داستانش در واقع مقایسه دقیقا همون چیزی که در اول گفتم احساس حقارت ایرانی نسبت به خارجی است. یعنی اینجا حاجی آقایی رو نشون میده که
مخالف با سینما است، ولی دخترش و دامادش اینا علاقمندن اکتور بشن، بازیگر بشن. حاج آقا قدغن میکنید شما نباید این کارو بکنید و اینا هیله میزنن که حاج آقا ساعتش رو از دست بده، گم کنه و در سر و بگرده دور اطراف تهران که ساعتش رو پیدا کنه. اینا در این حاله که حاج آقا داره دور اطراف تهران میگرده، یه گروه فیلمبرداری هم دنبالش میفرستن، ازش فیلم میگیرن. در آخر فیلم حاج آقا رو میارنش توی سینما، میگن حاج آقا این فیلم رو ببین. حاج آقا میاد فیلم رو میبینه و یه مرتبه عقیدش کاملا 180 درجه عوض میشه. حالا این داستان اینجاست، فیلم داستانش رو نشونتون بدم. ببخشید، برای این کار این اوگانیانس یه پرورشگاه آرتیستی سینما رو میندازه که اکتور ترین بکنه، اکتورهای میگیره، بازیگری یادشون بده و در حال حرکت باشه. و همطور که میبینید این فیلم میان نوشته هاش به سه زبان هست، باز نشون میده اینترنشنال بودن سینمای ایران در اول. رژیسور و مؤلف یعنی کارگردان آقای اوگانیانس، اپراتور پاولو پوتنکین که یه روسی بوده، عکاسش هم نوشته رامبراند. خب بازی هاش اینجاست، بازی هست. بعد پروین آسیا قسطانیان هست و دختر کوچکی که توی بازی فیلم بازی میکنه دختر خودشه، زوما اوگانیانس، و هر دوشون سرباز هستن. اینه قبل از اینکه رضا شاه کشف حجاب بکنه، این فیلم آرزوی کشف حجاب رو در واقع پیشبینی کرده. حالا خب این تهران، تهران مدرن، میدونی تو خونه هست، ماشینالات مفوزی ها. حالا خود کارگردان رو نشون میده که این در واقع کسی که نقش کارگردان رو بازی میکنه زیر این کاغذ گم شده، از بس سناریو نوشته. خود اوگانیانس این و میدونین لباس فرنگی چیز فوکولیه، کراوات زده، در فکر آه قلبش کجاست، دست شبیه دست هاست، معلوم نیست خودش نمیدونه قلبش کجاست. این شاید برای اولین بار ما داریم میبینیم که یک کارگردان چجوری سناریو مینویسه، داره تمرین میکنه، دیالوگ داره مینویسه، حرکت داره انجام میده، گیجه، نمیدونه، نه خوب نیست، میخوره خوده سناریو شد. بعد این اسیستانش که همه شاید چورت داره میزنه، موشه میاره جلو، که اونم کراواتیه. سیبیل گنده ای داره، فوراً قطع نسلش میکنه اینجا. فرصت این ادامه داره، یعنی فیلم جایی میشونه که اولین فیلم داستانی ایران هم نه تنها راجع به کانترست بین مدرنیته آخون و مدرنیته هست، سنت و مدرنیته هست، بلکه راجع به سینما هست. و بی خود هم نیست که فیلم هایی مثل کیارستمی و مخمل باف و بعضی از فیلم های بنی اعتماد اینا هم اونها هم راجع به سینماست، نه تنها راجع به موضوع خودشون هست بلکه راجع به سینما هم هست. و این فیلم هم دقیقا همین کار رو انجام میده. ولی حاج آقا با اصول شخص متولد متمول نیست که با اصول سینما مخالفه. برصورت این رو دیگه خیلی کشش نمیدم، به صحنه بعدی میرسونمتون. و جالبیش که حاج آقای خودش الان لباس
کلاه پهلوی سرشه و کت شلوار پوشیده. یعنی این چیزی که این قانون الان گذشته از مجلس. در این صحنه، این صحنه آخرای فیلمه که حاج آقا رو آوردن توی سینما بهش اون فیلمه رو نشون بدن، فیلم خودشو. مرسی باشید. و صحنه های مختلفی از فیلمی که گرفته شده رو حاج آقا میبینه در حضور بقیه تماشاگران. متوجه میشه که این مثل که خود من هستم. و یکی از این تماشاگرها میگه ببین خود حاج آقاست. حاج آقا این حرف رو بیزنه و به تدریج دیگه چیز میشه، احساس غرور میکنه، مقفزانه از چیز میاد بیرون، از سینما میاد بیرون، احساس غرور میکنه. اینجاست که سینما موجب به وجود آوردن یه غرور ملی میشه یا غرور شخصی میشه. دست میزنه نوساش بعد مثل فیلم های فستیوال های الان یه برنامه گفتگو با کارگردان هست بعد از فیلم که ایشون الان جوابگو هستش. صحیح است که در زندگانی شخص صنعتگر مواقع زیاد هست لیکن نتیجه آن همواره پایدار است. اصلا فارسیش کاملا لهجه داره نه؟ معلومه یک کسی نوشته فارسیش خیلی خوب نبود. به هر صورت باز ادامه این جریان برای شماره آتیه میذاریم. حالا در سینما ها در این موقع در دوران 1920 و 30 که دور سینما صامت بوده و داشته تازه ناطق میشده، تو خود سینما ها چه اتفاقی بوده؟ این تصویری است که جعفر تجارتی که کارتونیست خیلی معروف دهه 1960 هست از اون چیزایی که شنیده بوده راجع به سینما های اون موقع گرفته. هم که میبینید سینما طبقه بندی شده، زنان طرف نزدیک ما هستن، مردا اون طرف نشستن. همونطوری که میبینید زد و خورد در سینما هست، در سه جای متفاوت زد و خورد تکرار میشه. روی پرده سینما، تو خود سینما دعوا میشه و روی اون پوستری که روی سینما هست. سینما ها دعوا زیاد میشده توش برای اینکه مردم بعضی ها پیشگویی میکردن فیلمو. یه فیلم دیده میگه این الان میذاره تو سرش، مردم ناراحت میشن میذاره من فیلمو ببینم، میذاره دعوا میشده. مرتب دعواهای اینطوری توی خاطرات اون موقع خیلی زیاد هست. بعد این آقای مثلا پاسپان با این چیزش با چوهش میزده تو سر یارو میگه خفه شد فیلم تماشا کن ساکت باش. اینجا یه کسی بزش آورده توی سینما. اینجا یه کسی داره سر چراغ نفتی داره چیز میپزه، احتمالا آش میپزه. اینجا این خانمی بچهشو گرفته جیش میکنه اینجا رو زمین. این خانمه این پشت داره به این خانمه که جیش داره میکنه میگه خانم بعد از اینکه کار بچه تموم شد این آشو هم بزن لطفا. منظوری که توی سینمای اون موقع در دوران صامت اصلا سینما صامت نبوده، فیلم صامت بوده ولی سینما صامت نبوده. مردم با هم دعوا میکردن، با هم حرف میزدن، با پرده هم حرف میزدن. همونطوری که توی یه جریان پرده خوانی یا نقالی که میرفتن مردم حرف میزدن با خودشون با نقاله و نقاله اصلا میخواسته اینتراکشن ایجاد بشه بین خودش و اونا. اینجاست که تماشاچی باستی در واقع ادب میشده، یعنی که از رسم و رسوم چیز نمایشات اورال تردیشن به اصطلاح عوض کنار بیان و راه و رسم ساکت و با ادب سینما تماشا کردن رو یاد بگیرن. این جریان خب سالها طول میکشه و خب جریان خیلی جالب میاد و در همین جا هست که سلام شاهنشاهی ایجاد میشه که سرود شاهنشاهی رو میزدن و تصاویری هم از پیشرفت های مملکت رو سرهم کرده بودن که وقتی که این سرود نشون داده میشد و زده میشد آهنگش همه با استیبا میستادن
مؤدبانه و بعد میشستن و دیگه برنامه از اون موقع شروع میشد، همه واسه ساکت باشه. در واقع یه رو اتیکت جدید برای مدرن بودن، سپکتیتر بودن به وجود میاد. بخش دوم، جلد دوم کتاب هم که هم جلد اول هم جلد دوم الان چاپ شده و هست تعداد کپیش بیرون، میتونید بخرین. این بخش دوم دیگه تاکیدش از دوران بعد از جنگ دوم جهانی هست تا انقلاب 1978. نکات جالبی در این مورد هستی که دوتا براتون به حضورتون میگم. تولید انبوه و اینا رو براتون گفتم، دیگه لازم نیست که تکرار بکنم اینجا. ولی چیزی جالب در این دوره اینه که نه تنها سینما به وجود میاد، بلکه رادیو در 1941، رادیو بی سیم به وجود میاد، صنعت صفحه سازی و موسیقی به وجود میاد و یه مرتبه تمام این صنعت انترتینمنت، صنعت سرگرمی سازی به اصطلاح، صنعت های سرگرمی سازی، تلویزیون هم در دهه 1960 به روز میاد، همه اینا دست به دست هم میدن و موجب میشن که یه سیستم ستاره سازی به وجود بیاد. ستاره های سینمایی همونایی هستن که رقص میکنن، همونایی هستن که در رادیو هم ظاهر میشن، همونایی هم هستن که بعضی وقت در تئاتر ظاهر میشن. ولی مرتبه ما حضور ستاره ها رو میبینیم و اونجاست که ستاره ها مثلا میتونن در دوران شاه مثلا شاید یه سوم بودجه فیلم میره برای ستاره ها، یعنی خیلی اهمیت مهمی زیادی داشتن. یکی از چیزهای خیلی جالب دوران بعد از مخصوصا دوران درست بعد از جنگ، دورانی است که متفقین یعنی روس و انگلیس و امریکا به تدریج دارن به صورت دشمن هم در میان، مخصوصا امریکا و انگلیس با روسیه، یعنی بلوک شرق و غرب داره به وجود میاد. شما این اختلاف این دو تا رو هم خیلی خوب در ایران در سیاست‌های فرهنگی این کشورها می‌بینید. ولی جالبی دیگه اینه که در سیاست‌های رقابت‌های امریکا و انگلیس رو که با هم متحد بودن و هنوز هم هستن، ولی سیاست‌های متفاوت با هم دارن در ایران. من می‌بینید اینا رو در سیاست‌های سینما نشون دادن، فیلم نشون دادنشون. این خانم چیز؟ خانم نیلا پرانکو که یک عضو کنسولگری امریکا در تهران بوده، اولین سانسور سینما و اداره نمایشات میشه در ایران. یعنی همه فیلم هایی که با در ایران پروانه نمایش میگرفته یا تمام نمایش ها تو تماشاخانه ها بایستی اجازه نمایش میگرفتن بایست از ایشون میگرفتن. این اسناد محرمانه استیت دیپارتمنت امریکا هست که این نامه های زیادی می نویسه به سیکرتری آف استیت در امریکا که مثلا شکایت میکنه از اشکالاتی که داشته، یا مثلا میگه فلان کس داره میگه در تبریز یه فیلم خیلی محبوب از روسیه اومده و اینقدر این فیلم محبوب هست که ما حتما یه فیلم دیزنی احتیاج داریم که در مقابلش نشون بدیم در تبریز، بنابراین فورا یه فیلم از دیزنی بفرستیم. چیزا اینطوری، یعنی کاملا میبینیم که چجوری در شهرهای مختلف دعوای بین متفقین و اینا داره اجرا میشه. از همه اینا فعالیت های خارجی ها در ایران، فعالیت فرهنگی و سینمایی خارجی ها، روسی ها در ایران سینما های عمدر تعدادیش رو داشتن در اختیار سینما ستاره در تهران، انگلیس ها با شورای فرهنگی بریتانیاشون و ایژیان اینستیتوتشون و ویکتوری هاوس در تهران جایی بود که فیلم نشون میدادن، خیلی در شهرهای مختلف هم تو وسیله واحدهای سیارشون فیلم نشون میدادن. امریکایی از همشون بیشتر فعال بودن در این به وجود آوردن این واحدهای سیار. در بین 1950 تا 1957 که USIA که شعبش در ایران به اسم USIS شناخته میشه، United States Information Service، در این 7 سال در ایران 802 فیلم ساختن در ایران به زبان فارسی. تعداد زیادی ایرانی رو اینا تربیت کردن در داکیومنتری فیلم پروداکشن. اولین لابراتوارهای فیلم مستند رو در وزارت صنایع مستظرفه به موقعش گفته میشد، ولی بعدا شد وزارت فرهنگ و هنر، در اونجا به وجود آوردن. یکی از این افراد که ترنینگ در USIA دید همین رضا بدیعی هست که معرفه حضورتون هست، کارگردان معروف ایرانی هست که تازگی مرد در
لس آنجلس و تعداد زیاد مثلا بیشتر از هر کسی دیگه ای در امریکا تی وی سریال کارگردانی کرد و در آخر عمرش هم یه جایزه بر همین از دایرکتورز گیلد آف امریکا گرفت به عنوان the most productive director of television. اینها واحد 40 تا واحد سیار امریکایی داشتن در ایران که این واحد سیار که یه جیپ بود دو تا بلنگو داشت روش یه پردن به خودش می آورد این راننده‌ش هم در واقع متصدی آپارات بود پروژکشنیستش بود و اینا رو یا در فضای آزاد این فیلم رو نشون میدادن یا در یه سالن‌های مدارس نشون میدادن بعضی وقت با خودشون اکسپرت‌های می آوردن که فیلم رو شرح بده برای مردم American Anthropological Association یه مطالعه خیلی مفصلی تحت کمیسیون چیز انجام داد State Department راجع به که چجور فیلم در ایران ساخته بشه و یه گزارش خیلی جالبی اینا در آوردن و نتیجهشون این بود که فیلم در ایران بایستی آهنگش یواش باشه یعنی rhythm of the film, rhythm of the editing, be slow that you should show the whole person تمام بدنه نشون بده نه فقط دست یعنی اگه فوکس بکنه روی دست یا روی چشم یا روی صورت تماشاگر گیج میشه بنابراین همه شخص رو بایستی نشون بدیم بعد یک کسایی رو انتخاب بکنیم که مردم باشون احساس همزاد پنداری بکنن برای من این افراد دهاتی اغلب فیلم ها راجبه چیزه راجبه پابلیک هیلت هست یا راجبه ایمپروونینگ اگریکالچورال متد یا مثلا اینکه چجوری چقدر فاصله باشه بین چاه مستراحتون و چاه آبتون چیزایی اینطوری که خیلی بدلی به نظر میاد ولی خیلی مهم بود. مثلا اگه مرض سر گرفتین بچه هاتون چجوری لباساشون رو بشورین چجوری اتاقاتون رو رو به آفتاب باشه چجوری ملافه ها رو آفتاب بذارین جرما رو میکشه چیزایی اینطوری خط داستان از هم دست در رفت ولی هر صورت این داستان فیلم ها بود توی این مدارس هم که می‌بینید این فیلم‌ها خیلی پاپیولار بود. من خودم دبستان که می‌رفتم در دبستان نمونه اصفهان فکر می‌کنم این معلم خیلی فرهیخته‌ای داشتیم. ولی من یه کتابچه‌ای دارم که 16 تا فیلم ریویو توش هست که من نوشتم در سن 9 سالگی. که این یه نمونه‌ش یه صفحه‌شه که راجع به فیلم پیوند زدن و من شرح شده دارم. این باقی ها که در این فیلم مشاهده می‌کنید باقی است بسیار قشنگ. این باغ متعلق به احمد است. یکی از کارهایی که یو اس آی اس می‌کرد که برای اینکه مردم احساس همزادپنداری بکنن اسما همه فارسی است، اسمای محلی است. بیشتر درختان این باغ پیوندی است. روزی احمد رئیس کشاورزان را به باغ خود آورد تا طرز پیوند اسکله‌ای و لوله‌ای را یاد دهد. Well, so this is my review at age 9. Can't expect too much. ولی تو بعضی از این ریویو ها من عکسش هم حتی کشیدم. عکس اون چیزی که دیدم. چیزای اینطوری. و شاید علاقه‌ای که به سینما پیدا کردم بعداً هم به خاطر همین دیدن این فیلم ها بوده. ولی منم به عنوان یک سوژه این فیلم های امریکایی زده شدم تا اندازه‌ای به خاطر این فیلم ها. یعنی چیزاییست که برسد. در این دوران یه سینمای مستند در ایران خیلی رشد میکنه و اغلب این فیلم ها هم فیلم هایی هستن که سازمان های مختلف چیز میکنن، سپانسرش میشن مثلا فیلم فروغ فرخزاد که خانه سیاه هست و انجمن جذامیان ایران چیزش کرد سپانسرش کرد و استودیو گلستان فیلم معمول ساختنش شد و فرخزاد اونجا کار میکرد و فرخزاد این فیلم ساخت. در این حال سازمان زنان ایران مثلا یه سری از فیلم های کامران شیردل رو سپانسر شد. مثل فیلم این تهران از کپیتال آف ایران. ولی شیردل برخلاف فرخزاد که یه روش پویتیک ریالیزم رو به اصطلاح توی سینما آورد. شیردل یه نوع
سبک کانترپانتال ادیتینگ رو آورد، یعنی سیستم ادیتینگ و ویرایشی و مونتاژی که تصویر با صدا با هم ضدیت میکنن و یکی دیگر رو چیز میکنه، مورد انتقاد قرار میده. در این صحنه مثلا شما میبینید در صحنه در کلاس درسی است که زنان دارن سواد یاد میگیرن و وایس اوور فیلم داره میگه از کتاب زبان از کتاب فارسیشون داره میخونه که مثلا در کشور ما تهران خیلی جای خوبی است و خیلی مدرن شده و فلان و فلان. در این حال فیلم فوراً کات میکنه به این تصویر، آدمای بی خانمان توی گوشه‌های خیابونا توی کوچه‌ها افتادن، یعنی کاملا ضد اون حرف اصطلاح the public the state discourse as opposed to the private discourse of the individual. این سینمای مستند خیلی خیلی از فیلم‌ها مثلا هیچ کدوم از فیلم‌های چیز شیردل نشون داده نمیشه، همش ساخته میشه ولی هیچ کدوم شیردل نشون داده نمیشه. بعضی از اینا بعد از انقلاب نشون داده میشه، بعضیشون الان روی اینترنت هست که خودش هم ترجمه میکرد که هست اینا کی داشته اینا رو که روی اینترنت انداخته. در این دوران البته دو نوع پارالل سینمای داستانی در ایران به وجود میاد. همتون میدونید سینمای مثلا فیلم فارسی و سینمای موج نو که یکی از راههایی که یکی از بهترین اصطلاح تصوری که تصویری که از این فیلم ها نحوهی که این فیلم ها کار میکنه این کارتونه که نشون میده کارگردانش مثل یه ماهیگیره که تماشاچی رو داره به وسیله این ماهی که سکس و زن هست جلب میکنه. توی این فیلم های سینمای فیلم فارسی که بعضی اوقات هم فیلم‌های آکوشی بهش میگفتن، فیلم‌های بنتامی بهش میگفتن، اما به اقسام اصطلاحات خنده‌دار، وایلنس از طرف مردان و سکس از طرف زنان عوامل اصلی فیلم‌ها بود. یکی خوش صدا، یکی خوش دست. می‌بینی زنان مردا دعوا می‌کنن، زنان لباس کوتاه پوشیدن، زنان رقاصه خیلی زیاد بودن توی این فیلم‌ها. و ژانرهای مختلف هم فیلم فارسی داره. یکی از ژانرهای خیلی معروفش البته سینمای چیز لوتی ها هست و جاهلی، سینمای جاهلی که سینمای لوتیگری هم خودش اِوولوشن پیریود اِوولوشنری داره که اونم خیلی جالب هست. یکی دو تا چپتر مفصل راجبش تو همین کتاب دوم هست. اوسوکری نوکری تیم هم یکی از فیلم‌های معروف این ژانر هست. ناصر ملک مطیع یکی از در واقع سوپر استارهای این ژانر میشه با کلاه مخملیش و قیافش و طرز رفتنش و اینا. و قیصر در واقع یکی از فیلم‌های خیلی مهمه، هم اون سینمای جاهلی هست و هم به یه ترتیبی موج نو، برای اینکه سینمای جاهلی رو با نوع ویرایش جدید، نوع فیلمبرداری جدید نشون میده. یکی از چیزهای مهم توی این سینما هم البته که همتون میدونین این صحنه های رقص توی کاباره ها هست. کاباره ها و کافه هایی که از محل هایی است که لوتی ها جمع میشن با هم صحبت میکنن، دعواشون رو با هم انجام میدن، تصفیه حساب میکنن، چیزهای اینطوری. برای خیلی از اتفاقات این فیلم ها توی اینجا توی این محل اتفاق میفته و در اینجا هست که زنان میرقصن و میخونن و در اینجاست که زنها یه خواننده میتونن خودشون رو نشون بدن و از مردا انتقاد کنن به این ترتیبی که الان میبینیم. نمیدونم حالا صداش میاد یا نه.
چیزای جالب این فیلم ها نگاه هیز دوربینه به زن و اگزیبیشنیزم زن. ریشه تاریخی دارن اینه که اینا نمیمیرن، اینا هم که مرتب عوض میشن تا اینکه مطرح بمونن خلاصه. و اینجاست که مثلا این سینمای این لوتیا هم در ایران عوض میشن، یعنی لوتیای اسلامی میشن. من و اقسام اگه فیلم ایرانی رو دیده باشین میبینین که چجوری این سینما ادامه داره. در خارج هم به همین طور، مثلا اینجا الان چیزه این فیلم این نوار بهمن مبین توی یه سریالی در لس آنجلس شرکت کرد در 1980 به اسم بیاند لافتر، بالاتر از خنده، که در واقع این یه بازی بود با بالاتر از خطر که فیلم میشن ایمپاسیبل بود. درست میبینید چجوری این it's quoting one over the other. برشت این حالا آقای این لوتی ایرانی توی خیابون تهران با غم دویدن مسئله نیست خیلی، ولی توی خیابونهای بیورلی هیلز با غم دویدن با این قیافه با اطفارش به اصطلاح خیلی it's strange. یا وقتی میرسن غذا میخوره چلو کبابی سفارش بده 18 دست کباب بیاره آجون همش هم خورده هم دیگه میبینی قطار کرده. لوتی اکشن فیگر، لوتی های رقاص های زن که ادای لوتی ها رو در میبردن توی میوزیک ویدیوهای ایرانی خیلی زیاده، همه تون دیدین اینا رو. این مال مرتضی هست، دل به دل اسمشه. این یه گروه جدیده، بشکن دنس اکادمی، یه سری آدم های دخترهای جوانی که همشون احتمال قریب به یقین در امریکا متولد شدن و یه لوتی در اون خودشون ندیدن، ولی یه لوتی واقعی ولی رقصشو بلدن کاملا. به هر صورت این یک ژانر خیلی جالب سینما ایران هست که متأسفانه منتقدین ایرانی هم این ژانر رو کاملا کوبیدن به عنوان یه سینمای مبتذل، همون اسمی که گفتم بهش به این فیلم ها دادن، در حالی که به نظر من یکی از جالب ترین نوعی سینما هست. یه نوع سینمای دیگه هم که در ایران رشد کرد در همین دوره سینمای مجنو هست که جالبیش اینه که هم از طرف دولت این سینما حمایت میشد و هم از طرف دولت سانسور میشد. یکی از اولین این فیلم ها همین فیلم گوزن ها هستش که فیلم بود که در سینما رکس در آبادان نشون میدادن اون موقعی که سینما سوخته شد و 377 نفر رو کشتن. اینا خود سه نفر با چیز با پاکت های همین پاکت هایی که معمولا آجیل مردم براون پیپر بک آجیل می بردن تو سینما، با این پاکت ها وارد سینما می شن. منتها عوض اینکه آجیل داشته باشن توی پاکت هاشون های اکتین ایروپلین فیو با خودشون می دارن و همین رو می ریزن دور اطراف سینما، هم تو صحنه سینما هم بیرون تو سالانی که مثلا کنسشن استند سینما بوده قهوه اینو میفروختن و روشن میکنن سید آتیشو و یکیشون خودش اونجا میمیره، یکی دیگرشون معلوم نیست چی میشه، یکی دیگرشون نجات پیدا میکنه. و بعدیش اینه که اون در تنها در خروجی سینما که برای امرجنسی بوده اینا از بیرون قفل کرده بودن، بنابراین هیچ کس نمیتونه از این در خارج بشه. درهای دیگر هم که این یارو بسته بوده اینو که فرار میکنه و
بنابراین اینا تو این جهنم واقعی می‌سوزن. چیزی خیلی روشن‌تر. این به خاطر این، البته معلوم نیست که این به خاطر این فیلم بوده که این اتفاق افتاده. جالبش اینه که این فیلم در روز 28 مرداد این چیز، این اتفاق میفته، این سوزوندن اونجا. رابطه ای با 28 مرداد داشت که نه، حالا جریان طولانی داره. ولی به هر صورت این توی این فیلم برای اولین بار ما می‌بینیم که این آقای چیز وسوقی که اینجا الان می‌بینینش، این نقش یه نوع کسی رو بازی می‌کنه که معتاده، یه دوست داره که اون دوستش هم معلوم نیست چی کاره است، یعنی he's on the run، در حال فراره. معلوم نیست یه چیز، یه ضد دو حکومت، یه کسی که قاچاقچیه، یکی از این گوریلاهای چپیه اون زمان هست یا مجاهدینی هست، معلوم نیست. و این فیلم این چیز نامعلوم میذاره و یکی از چیزهای جالبش این نامعلوم بودن جریان هست و این وحشت و ترس و انگه خشم این صحنه که میبینیم. میخوام حالا یه مقدار راجع به فیلم های موجنا صحبت بکنم. فیلم قسمت اول فیلم مجدوری نشون میدم، همه تون احتمالا این فیلم رو دیدیم، ولی حالا یه بار دیگه این یه قسمت اولش رو نگاه بکنید، ببینید چجوری در یه صحنه که خیلی ساده و در یه ده معمولی هست، چجوری عنصر ترس و لرز و واهمه یه مرتبه وارد فیلم میشه و این عنصر همینطور ادامه داره در تمام فیلم و ما نمیفهمیم که این چیه. تنها گاو ده که شیر میده که همتونی میبینین مشدسن رابطه نزدیکی باش داره. باب سرورایه. در واقع نشون میده که چقدر داره تیک کیر میکنه از این بابا و اینجاست که مسئله پیش میاد. در تمام فیلم شما این سه نفر رو میبینید ظاهر میشن. ببخشید تلفن منه، بهش توجه نکنید. و این معلوم نیست این سه نفر کی هستن، ولی هر وقت اینا ظاهر میشن این اتفاق بدی میفته. این گاو مشدسن میره شهر، گاوش میده دست زنش و دهاتی های دیگه و در غیابش این گاوه میزنه میمیره. معلوم نیست چرا اینا تصمیم میگیرن بهش نگن، ولی که میگن اگه بهش بگن این حتما دق میکنن، بهش نمیگن. مشدسن که برمیگرده فرداش میبینه گاوش نیست. چی شده؟ گاوم کجاست؟ در رفته بیابون دیگه برنگشت. من یه کار دارم همچی چیزی، گاو من جایی نمیره.
و به تدریج این اینقدر آشفته میشه و ناراحت میشه که دیگه خودش تبدیل به گاو میشه و شروع میکنه به تبدیل در تبدیل زندگی کردن و کاه خوردن و این به تدریج دهاتی های اطراف شروع میکنن به رفتار کردن با اون مثل اینکه اون عادت خودش گاو هست و خیلی یعنی فیلم واقعا یه نوع به نوعی راجع به عشق عرفانی هست که نشجوگی من بگیم میدونی فلسفه خونده و راجع به چیزهای عرفانی هم خیلی نوشته برشد چیز جالبی تو این فیلم منظورم اینه که این اتفاقاتی است که هیچ دلهره های مختلفی است که هست و اتفاقاتی است که میفته و اکسپلنیشن درستی هم نداریم آیا اینا ساواکی ها هستن که اومدن اینجا و این خرابکاری رو کردن یا اینکه افراد دهکده بغل هستن که با اینا دعوا دارن و اومدن این کار میکنن فیلم اینجور چیزها رو شرح نمیده فیلم های موج نو پر از اینجور دلهره ها و ترس ها هستش یه فیلم دیگه هم که الان نشون میدم قسمت اولی که از قسمت های فیلم چینمال فرمانارا هست تال شادوز آف دی ویند که اینم باید بگم که فیلم اولی گاه با داریوش مهرجویی ساختش و با خود غلامحسین سعیدی که نویسنده داستان بود با هم همکاری کردن که سناریوشو بنویسن و این که از مشخص های سینمای موج نو هست این همکاری خیلی نزدیک کارگردان درس خونده در خارج با نویسنده دیسیدنت ایرانی ضد دولتی ایرانی و این فیلم هم تا شادوز آف دی ویند با همکاری بهمن فرمانار که یو اس دی درس خونده بود فیلم خونده و هوشنگ گلچیری که داستانش رو نوشته بود انجام میگیره و در واقع این داستان این جایی که یه مترسکی ساخته میشه در ده به خاطر یه چیز واقعی که بترسونن پرنده ها رو ولی به تدریج این مترسک ها تبدیل میشن به rulers of the village و تعدادشون زیاد میشه و اینا واسه در مقابل این مترسک ها واسه این داستان این فیلم اینجاز من البته این اپیزودی که دارم از این فیلمی که جمشید اکرمی ساخته هست گرفتم و این وایس اووری که میشنوین از فیلم اونه تو خود فیلم فرمان آرا نیستش ببخشید چون این فیلم کمتر دیده شده من فکر میکنم یه قسمتش رو ببینید جالبه اینجاز که یه مرتبه مردم متوجه میشن که این مترسک ها زاد و ولد کردن و تعدادشون خیلی زیاد شده به رنگ توجه بکنید اینجا در طول فیلم رنگ عوض میشه و هیچ شدیدتر میشه میخواین چراغ رو بیاری کنید میشه؟ حتی این رنگ ها هم میشه تفسیرهای سیاسی کرد باشون دیگه نه؟ این فیلم در 1978 در میاد درست در بگوی انقلاب اینا فرماسیون نظامیه دیگه مقابله با هم همه چراغا میره پای غرض اون که جلوی پرده است اینو میشه اینطوری تفسیر کرد که این سرخا made
فرمانارا به من میگفت که این فیلم رو نه در جمهوری، نه در دوران شاه نشون دادن، نه در دوران جمهوری اسلامی، برای که هر رژیمی این مترسک ها رو به این حساب میذاشت که اون حکومته و به این علت هیچ کدوم این فیلم نشون ندادن. فیلم هم در جمهوری اسلامی فقط یک بار نشون داده شد. به هر صورت منظور از این است که این فیلم های موجندوهی اگه آدم از حالا به از مرور بکنه بهشون میبینه که نطفه هایی از انقلاب یا پیشبینی داره میشه یا ترس و واهمه ها و خشم و دردی که موجب انقلاب میشه توی این فیلم ها به یه نحوی نشون داده شده و در این مورد این فیلم به خصوص هم در واقع یه نوع انقلابی داره میشه. این سرخپوش ها کاملا انقلاب میکنن بر ضد سیاه‌پوش ها و همه رو از بین میبرن. من فکر کنم همینجا کافیه که و دو بخش دیگه کتاب هم انشاءالله در یکیشون ماه می در میاد، یکیشون هم فال آتیه پاییز سال دیگه. خیلی متشکر از توجهاتون. موضوع خیلی زیاده، در یه مدت کم سخت دادم رو همه‌شون صحبت بکنیم. دکتر کوشان شخصیت مهمی بود که اولین در واقع فیلم فارسی رو در زبان فارسی دوبله کرد و بعد یکی از بزرگترین استودیوهای پارس فیلم رو، استودیوی ایران رو به وجود آورد و تا دوران انقلاب هم بیشترین تولیدات سینمایی رو ایشون داشت. اغلب فیلماش فیلمای در واقع فیلم فارسی میشه گفت بود. هیچ کدوم از فیلماش فیلمایی نیست که ایشون بود. چرا پدر سینمای ایران؟ خب برای که با سینمای ناطق در واقع اون با دوبله کردن فیلم ها چیز آقای کوشان در دوران نازی ها در رادیو نازی ها به زبان فارسی کار میکرد و حرف میزد و بعداً به مجردی که اینا رفتن حکومت از بین رفت، این رفت ترکیه و شروع کرد به دوبله کردن اولین فیلم به زبان فارسی در ترکیه و اون فیلم رو آورد ایران و یه شرکتی درست کرد اسم میترا فیلم و شروع کرد به دوبله کردن فیلم و به این ترتیب یکی از اولین کسانی بود که بعد از جنگ شروع کرد به فیلم ساختن و اونم با دوبله اول و بعداً با ساختن فیلم های ناطق. بنابراین و یکی از بزرگترین استودیوها رو هم راه انداخت. بنابراین در واقع میشه گفت یه به قول امریکایی‌ها یه فیلم موگول بودش. ولی در راجبش کتاب حرف زدن. ولی اینجا تو سخنرانی چون وقت کم هست دیگه. من شریکشون تو ترکیه بزرگترین سینما و تلویزیون ترکیه در از خانه اونه. درم کی هست؟ یادم نیبه. یه آدم آزری هستن که خیلی روشنفکری کم بیننده مثل
اروپیمایی که گفتم خدمتتون، یک سینمای بینابینی که حتی من گفتم داره ولی در این حال بیننده هم داره، مثل فیلمای مهجوری، فیلم قیصر، اردتن فیلمای کیمیایی و یک سری فیلمهایی هم که در همون فیلم فارسی مشهور شده بود، فیلمایی که حقیقتاً دیگه نه اینکه بهش کم توجه میکردن به شدت دیگه نازل شده بود، یعنی در حالی مثلا به قیصر ما اینکه همین کلام احمدیت توش بودن و شما هم قسمتش از سنش نشون دادید به عنوان، ولی هیچ کس بهش فیلم فارسی نمیگفت و اتفاقا نقدهای خیلی مثبت مثل نجف دریابندری و اینا در موردش نوشتن که جزء سینمای تا حدودی فریخته، ولی اون سینما واقعا اینقدر چیز شده بود که از خود سازندگانشون وقتی که باهاشون صحبت کردی اصلا نه سناریو داشت نه بازیگری داشت، یعنی بازیگر میامد یک دو سه چهار میشمرد بعد تو دوبله صدا میذاشتن از این مسئله. بله، خود این حرفا هست و منم راجع به همه‌شون حرف زدم، یعنی طبیعتاً در همین سخنرانی نمیشه راجع به همه صحبت کرد و به هر صورت اگه وقت بود راجع به این هم صحبت میکردم. بله، سپاس از جناب عالی. برای من که از هنر پیش سرانه شرکتم در نهایت فروشنه باید از این برای من به عنوان ایرانی، به عنوان یک کسی که عرض کردم از هنر هیچی نمیدونم، ولی همین برداشتی که یه فرد معمولی میکنه از سینما، اولا پرزنتیشن حسالی بسیار رسا و کافی بود، یعنی برای من هم که هیچی نمیدونم، خدا این فاصله یه برداشتی یه تصویری از روز اول چجوری بوده تا حالا خیلی عالی بود، ولی تصور میکنم یه مقداری انتظاری بود، شاید هم دلایل خاص خودتون رو داشتید و حتما بدید مسائلی که گرایش هایی که میتونست و حرکت سینما در کشور ما تاثیر بذاره از کنارش رد شد. من حالا دو تا سوال دارم، این واقعا یه سوال و یه مطلب. سوال اینه که آیا تصور نمی‌فرمایید این جوایزی که امروزه در خارج از کشور به فیلمسازان ایرانی میدن اینا بیشتر ریشه سیاسی و جهت‌ساز هست تا اینکه واقعاً اون فیلم ارزش رو داشته باشه؟ اگر پاسخ مثبته، در اون صورت این گرایش سیاسی در قبل از انقلاب باعث شد که سینمای ما روش نکنه. من از سال 1939 در رادیو تلویزیون کردم. من تلویزیون اون موقع نبود. همون تو میدون عرب بود و با آقای ما این میان روی این کاشت. تا همین اواخر قبلش که برم بزارت خارج. در دوران آقای قطبی و در دوران شیر من میدیدم که واقعا امکانات برای فیلم سازان وجود داشت. پول زیادی در اختیار اینا بود. ولی عموماً افرادی خاصی با گرایش های خاصی طوری عمل کردن که سینما روش نکرد، یعنی واقعا نمیشد اون زمان یه فیلم بدون زندگی یه معلم یه فیلم رو تهیه کردن. من یادمه که ببخشید چون وقت کردن سپرده یه فیلم دوپلیکیت بود در تدوین درباره شعاره های اسپانیا بود، یه ده جمع شدن در کاخ و شما چه کاره اینجا بودن ما جاروکش های درباری بود. اون آقای مسئول تدوین اون تیکه دو تا فرین روی خوره پیچی کرد و رول ازش برداشت و این پخش شد که ما فلان جاروکش های رو ره و واو از شده زد که ما چیشی دربار هست و این باعث دخالت دستگاه می شد و این باعث که هنر در یه چارچوب خاص کرده. من سوالم اینه، ما در روشن فکرهای اول دورانه که میگن استبداد رضا شاه بود، حالا ما مثل ده خدا داشتیم، فروغی داشتیم، ملک شهر و بهار داشتیم، سبک شناسیشون، سیر حکمت در اروپا شدیم، واقعا آدمایی بودن، ده خدا که اصلا علامه است. این آقایون روشن فکرهای بعد از جنگ و این گرایش خاص سیاسی آیا این بدبختی رو برای ما موجود نیمه که امروز باید درست کنیم؟
حالا من در واقع متوجه سوال شما نیستم خیلی. جوایز بین المللی که داده میشه بعضیاش ممکنه از خارج مخصوصاً ما ایرانی ها علاقه من هستیم که همه چیز رو اینطوری ببینیم که یک کسی سیستم طرز تفکر توطئه‌گری داریم. میگیم اگر که سینما ایران جایزه گرفت حتما یک کسی پول بهش دادن یا از نظر سیاسی میخوان حمایتش کنن به این علت بشه دارن، نه اینکه مثلا فیلمش خوب بوده. چرا ما نمیخوایم فیلم‌های خوبی که جایزه میگیرن از ایران رو قبول کنیم که فیلم خوبی بوده؟ حالا ممکنه همون فیلم خوب هم چیزای جنبه‌های استفاده های سیاسی ازش بکنن، افراد مختلف میکنن، امریکا میکنه، ایران هم میکنه، خود اونایی که در تبعید هستن ممکنه بکنن، ولی خب این موجب این نمیشه که ما بگیم این فیلم اصلا بده، فیلم بدی بوده. فیلم خوبی هم بوده ولی از فیلم خوب هم میشه استفاده های ناشایست کرد و سوء استفاده کرد حتی. و همه این فیلم ها رو به نظر من نباید با دید سیاسی دید یا با دیدی که دید کاربردی دیدش بسته که بگی همه چیزا همه کارهایی که ما میکنیم در ایران برای خاطر پیشبرد هدفهای مخفی یک کسایی هستش. اینطوری نیست. قبول کنیم که نه، بعضی چیزا همون چیزی هست که هست. There's nothing behind it. سلام، خسته نباشید. ممنون از من به تازگی دکیومنتری دیدم تو اینترنت به نام ایران سینماتوگرافی آف رولوشن بعد که آقای نادر تکیم همایون ساخته بودم. بعد توش با خیلی از کارگردان ها صحبت کرده بودم، تقریبا خیلی ها بودم. بعد اولا نظرتون راجع به دکیومنتری میخوام بدونم. یک، دو، در بخش از این دکیومنتری یکی از کارگردان ها که نمیدونم دقیقا شب مهری بود گفتش که به واسطه اینکه خیلی گرهنگرایی و اینا سینمای ایران قبل از انقلاب نشون دادن به خاطر اون هم چپ و هم راست هم مذهبی ها دوران انقلاب با سینما ضدیت داشتن و سینما ها رو آتیش دادن به خاطر این بود. مثلا نظرتون راجع به این مسئله بدونم که آیا سینما قبل از انقلاب به نحو میشه اسمش رو خواهشتونه بوده یا نه؟ این اصطلاح سینما به عنوان فاحشه خونه مد شده تازگی ها، نه بخاطر آقای سلحشور هم گفته متاسفانه. حالا من فیلم تکریم هایی رو ندیدم، بنابراین نمیتونم راجع بشم. بله دارم از باهم ولی نتونستم، از فرصت نشد. راجع به اینکه بله در اواخر انقلاب به خاطر همین فیلم های بازاری که در میومد که زنان لفت نشون میداد در رقصهایی که دیدین و اون نگاه هیز مردان و اینا رو نشون میدادن، یک نوع رابطه مستقیم بین فیلم و زن و فساد ایجاد شده بود در ذهن افراد و زنها شده بودن در واقع عامل فساد به خاطر حضور شاخصشون در این فیلم ها. و به همین علت هم بله به نظر من یکی از دلایلی که سینما و عرق فروشی ها و بانک ها این سه تا نهاد چی شدن هدف قرار گرفتن برای سوزوندن و ویران کردن دقیقا به خاطر همین چیزهای عوامل فساد گرایانه شون بود. و جالبش همینه که این سینما بعد از جمهوری اسلامی، بعد از پاکسازی که انجام گرفت یه مرتبه طوری شد که آخونده خودشون فیلم میرفتن میدیدن، اونایی که سنتی بودن و هیچ وقت سینما نرفته بودن میرفتن فیلم میدیدن، اجازه میدن دخترشون برن درس کارگردانی و بازیگری ببینن و تعداد زیاد همونطوری گفتم بیشترین تعداد کارگردان زن در سینما ایران بعد از جمهوری اسلامی شما. این اتفاق خیلی جالبه که یه مرتبه زنان عامل فساد میشن و سینما ها 180 تا سینما سوزونده میشه، یه سوم سینما های کشور در این دوران یا سوزونده میشه یا خراب میشه یا تبدیل میشه به کاهدونی و نمیدونم چی در اینطوری، ولی در عرض یک دهه بعدش کاملا باز عوض میشه و زنان میتونن به عنوان نه تنها فیلم ساز معمولی بلکه فیلم سازی که بیشتر از یه فیلم ساختن. یعنی اینطوری نبودی که خب این شانسکی مثلا
موضوع طوری بوده که مثلا کسی سرمایه‌گذاری کرده این فیلم ساخته. اول سینماگران زن ایرانی 7-8 تا که بیشتر فیلم ساختن. یعنی نشون میده که سینما به عنوان یک کاریره درست حسابی واسه زنان مطرح شده. این خودش خیلی یعنی همون جنبه منفی شده اما باید نگاه بکنه همون جنبه که عوض شده و مثبت هست. من یه سوالی داشتم در مورد فیلم فارسی. همونجوری که به درستی شما اشاره کردید پیدایش سینما ایران سینما کاملا حالت مترقی داشته و جلوتر از زمان خودش بوده. همونجوری که اولین فیلم رو نشون دادید حاجی آقا رو من فیلم رو دیدم. فیلم خیلی جلوه. حتی برای بیننده که الان فیلم رو می‌بینه هنوز سوالاتی که توی فیلم هست یا موضوعاتی که نشون میده هنوز هم مدرنه، هنوز هم موضوعیت داره، یعنی قابل بحثه. و فیلم خوش ساخته هم سر اتفاقا، یعنی از بود تکنیکش هم خوبه. همین چند دقیقه که نشون داده خوش ساخته شما میتونستید ببینید. فیلم کشش داره، روی که صدا نداره. در صورت سوال من این هستش که چجوری سینمایی که به وجود آورنده هاش آدم های مدرن بودن، آدم های پیشروی بودن، کارش به جایی میکشه که تو اواسط مثلا دهه 40 و اینها با پیدایش در واقع فیلم فارسی به اون قهقرا میره. یعنی فیلم فارسی در واقع از کجا میاد؟ اگر بگیم مثلا شروعش با قیصر بوده، قیصر که فیلم فارسی نیست مثلا، نه. یه جور مترقیه، خیلی هم مترقیه منطقا با اون زبان، با انتخاب اون زبان چه اتفاقی میفته؟ یعنی از ما کجا در واقع اون ضربه رو می‌خوریم؟ از کجا در میاد؟ از تو ظاهراً تحصیل کرده ها بودن که سینما رو میچرخوندن، استودیوها رو ظاهراً فرهنگ رفته ها میچرخوندن. چه جوری میشه که سینمای شست رفته ایران به اینجا میاد؟ سوال خوبیه. همون که شما فرمودین در غرب سینمای اتمامی یه طرح مفصلی تو جلد دوم کتاب دارن راجع به اینکه چرا سینمای فیلم فارسی اینقدر محبوب شد و چجوری اصلا چجوری به وجود اومد از نظر وجودیش، از نظر آنتولوژیش. یعنی اینکه من حرفم اینه که سینمای فارسی ایران دینی داره به داستان‌های عامیانه ایران، مثل حسین کرد، نمیدونم چه اینطوری، داستان‌های افسانه ایران، داستان‌های عشقی ایران، داستان‌های پهلوانی ایران و طرز ساختنش رو هم از روش بداهه‌گرایی که توی مثلا موسیقی سنتی ایران هستش فکر می‌کنم الهام گرفته. همین که ایشون فرمودن سناریو بعضی وقت اصلا وجود نداشت. سناریو همون روزی که فیلم گرفته می‌شد نوشته می‌شد. سوپر استارها که اصلا خودشون حرف خودشون رو می‌زدن، همه‌شو اسیرش بودن چون کاراکترشون رو می‌دونستن چیه و لازم نبود کسی سناریو واسهشون بنویسه. این یعنی شما بداهه‌گرایی مسئله خیلی مهمیه که به نظر من بهش توجه کامل نشده. شما اگه مثلا جاز رو نگاه بکنید که یکی از کانتریبیوشن‌های مهم سیاها به موسیقی امریکا و یکی از تنها در واقع موسیقی اوریجینال امریکایی هست که ساخته شده، این بداهه‌گرایی ایمپروویزیشن توش هستش. ولی این ایمپروویزیشن در موسیقی کلاسیک ایرانی هم هست. درست وقتی شجریان میخونه با ناظریان و کسایی که با هم میزنن، اینا بداهه‌گرایی میتونن بکنن و اینکه استاد رشته خودشون هستن. هر کدوم تمام گوشه های هزارگانه چیز فارسی رو، دستگاه های موسیقی رو بلد هستن و به این علت هست که اینا میتونن با هم بدون نوت بازی کنن و جاز هم همینطوره. یعنی آدمایی که چیز هستن، ناشی هستن، نمیتونن ایمپروویزیشن بکنن اینطوری که با هم این گروه به اصطلاح دستچین شده جاز یا گروه دستچین شده موسیقی کلاسیک ایران انجام میدن. در ایران این سیستم بداهه کاری به نظر من وارد سینما شد. هرکی بود، یارو میومد بدون سناریو، بدون تنظیم شروع کردن با کاراکتر سازی. میگفت های مثلا بهمن مفید، تو که میدونی شخصیتت چیه، تو چی میگی مثلا توی چنین وضعیتی؟ فیلم میگرفتن و به همین ترتیب بداهه کاری میشد. ولی
خیلی از کسایی که توی سینما بودن و مخصوصا توی فیلم فارسی کار میکردن بی سواد بودن، نه که نتونن بخونن ولی سواد سینمایی نداشتن، بازاری بودن و فیلم‌ها رو که می‌بینید اشتباهات زیاد ادیتینگ داره، مثلا از یه در بیرون میره اصلا تو میاد از همون دارم بیرون میره، در حالی که بعد از یه در دیگه بیرون میره، یعنی برای اینکه اصلا نمی‌دونه مثلا اون خط 180 درجه بین دوربین چیز چجوری، یعنی این اشتباهات تو این فیلم‌ها زیاده، ولی به خاطر اینکه از داستان‌های عامیانه استفاده می‌کنن، از شخصیت‌های استفاده می‌کنن که مردم می‌شناسن و مورد علاقه‌شون هستن، این فیلم‌ها محبوب هستن. یکی از چیزایی که فیلم رو جالب می‌کنه و داستان‌ها رو برام جالب می‌کنه، نه تنها چیزای غیر منتظره هست که ما رو جذب می‌کنه، بلکه آشنایی با شناخته شده‌ها هست. اون چیزی که ما باش فامیلیار هستیم، اون دوست داریم ببینیم. برای همین است مثلا برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌ها اینا اینقدر محبوب هستن، برای اینکه ما آردی شخصیت‌ها رو می‌دونیم. آردی داستان‌هاشون رو می‌دونیم، فرمول داستان‌سازی هم می‌دونیم. و تنها چیزی که ولی هر فیلمی، هر سریالی یه چیز جدید هم داره توش. یه عنصر غیر منتظره هم داره که ما رو جذب می‌کنه. یعنی کامبینیشن اون چیز فامیلیار و اون چیز غیر منتظره هست که فیلم رو برای ما جالب می‌کنه. و این فیلم فارسی اتفاقاً چیز جالبی هم داره توش. و ولی به طور کلی اشتباهات خیلی زیادی تو فیلم هم هست، ولی بعضی از این فیلمساز ها هم توی گفتین فیلم فارسی درست بعد از انقلاب در میاد، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی پیش میاد و با ساختن من فکر میکنم مثلا فیلم چیز، فیلم دختر لور و فیلم های چارت فیلم بعدی که سپرتا میسازه که توش رقص و آواز هم داره، سپرتا از سینمای که حالا بهش میگم بالیوود چیز گرفته، تأثیر گرفته و رقص و آواز و زن اینا رو برده. این وارد سینمای ایران میشه به عنوان فرمولی که مورد علاقه هست. و همونطوری که یادتون میاد در اون دوران مثلا دهه 1950 اینا فیلمای هندی خیلی در ایران معروف بود. تمامی آوازهای آواره و اینا همه میخوندن که خیابون ما بچه بوده. یا فیلمهای موزیکال چیز مصری اونا هم خیلی محبوب بودن. برای اینا چیز مدل‌هایی شدن برای فیلم‌های ایرانی و بحث داستان طولانی شد، ولی این مسئله مهمی هست که می‌خواستم شرح بدم. ببخشید من نباید می‌گفتم، شما بگید. حالا شما بفرمایید. میشه لطفا سوال خودتون جواب بدید که چرا بعد از انقلاب تعداد زنان، تعداد بازیگران، تعداد کارگردانه سینما زیاد شد و چرا سینما به زنان خوش آمد بعد از انقلاب؟ با وجودی که دهه اول حتی زنان حق بازی نداشتن و پروداکت ممنوع بود، بعد یه دفعه همه چیز تو فیلم عروس عوض میشه و پروداکت شروع میشه از زنان و در واقع تجارت ایدن در سینما دوباره آرد میشه. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقات متعددی هست، ولی من شاید مهمترینش اینه که در واقع جمهوری اسلامی میتونه اون رابطه مستقیمی که بین زن و فساد و سینما در سالهای آخر دوران شاه به وجود اومده بوده، این ارتباط میتونه قطع کنه. و طرز قطع کردنش اینه که چیز میکنه، انقلاب فرهنگی میشه، سینما ها رو قوانین جدید 1982 اولین قوانین راجب سینما هست در میاد، دومی که تمام ستارگان سینما رو از سینما بیرون میکنن، اولی تعدادشون ممنوع الصوت میشن، بعضی ها ممنوع التصویر میشن، بعضی ها ممنوع نفس میشن، تعداد زیادشون خارج میرن، تعدادی که میمونن کنار گذاشته میشن مثل موتی، مثل ملک موتی و اینها. و توی خود صحنه های چیز، صحنه های فیلم برداری چیز مأمور میفرستن تو همه صحنه ها که متوجه باشن که چه چیزی تو روی پرده میاد و چه اتفاقاتی پشت پرده میفته. چون از چیزی که
راجع به فساد در سینما میگفتن اینه که روابط ناشایست بین سینماگران و بازیگران و اینا بوده در پشت صحنه. این مایندرها رو میفرستادن اونجا که مردم سیگار نکشن، با هم دیگه دست نزنن، نمیدونم چادر سرشون بکنن، چیز اینطوری. باز روی صحنه رو که تمیز میکنن به خاطر اینکه دیگه اصلا زن، مثلا نشون میدم که در اوایل بعد از انقلاب اصلا سینما کاملا مردانه میشه، یعنی هیچ زنی توی سینما توی فیلم های اول نیستش. و نه اینکه کسی مثلا گفته زن نباشه، خود سینماچی ها میبینن که اصلا بهتره عطاش رو به لغاش ببخشن، چون معلوم نیست قوانین چجوری، معلوم نیست چی رو اجازه میدن چی رو اجازه نمیدن. پس بهترین راه اینه که مثلا زن نداشته باشیم، داستان مردانه میشه خیلی. به تدریج صبح گفتگوها که میشه، هیچ کس هم قوانینی به حال ننوشید کلوزآپ از کسی نگیرید، هیچ جایی ننوشته که زنها همیشه واسه لانگ شات نشون داده بشن، ولی تو گفتگوها همیشه گفته میشه که بهترین نوع فیلم برداری اینه که زنها سکسی نباشن، نگاه عاشقانه بین زن و مرد به صورت کلوزآپ نباشه، زن مثلا متحرک نباشه، خیلی مثلا تون ندو بپرش بده، یا دولا نشه، حتی اگر محجبه باشه دولا نشه، برای اینکه کانتور بدنش نشون داده میشه از زیر مانتور، چیزای اینطوری. بنابراین زن وقتی که به سینما میاد یه خیلی عامل غیر متحرکه، خیلی پاسیوه و تو بک‌گراند و اینا هستش. ولی به تدریج با هر فیلمی سینماگران این جریان فشارش میدن به جلو و شروع میکنن به انواع اقسام چیز کارهای چیزی به اصطلاح انتقادی. که جالبش اینه که خب وقتی که سینما این رابطه قطع میشه با فساد و زن و اینها، دیگه دلیلی نداره که زنان آرن فیلم بخونن، فیلم سازی بکنن، چون محیط پشت صحنه تمیزه، محیط جلوی صحنه مثل تو چیزی بر پرده هم میبینیم زنان لخت و فاحشه و اینا دیگه دیده میشن، برای چرا زنان آرن فیلم بسازن؟ زنان دو بمانی که زنان در انقلاب شرکت کردن، they have earned the right to speak به اصطلاح، و اونا نمیشینن عقب، اونا میخوان فیلم بسازن و شروع به کار بکنن و هی فشار میارن. و تو اتفاقا توی فیلم های زن ها هست که رپرزنتیشن نمایش زن ها خیلی قوی تر میشه. مثلا مرد ها سعی میکنن که زن ها رو، مثلا فرض کنید فیلم مهجوی لیلا فرض کنید که تو رخت خواب خوابیده، شوهرش داره لباسش رو میکنه که بیا تو رخت خواب بغلش بخوابه، درست؟ این صحنه خیلی نزدیکه، یعنی انتینی هست به اصطلاح. ولی لیلا که تو تخت خوابیده طوری نورپردازی شده که ما موهاشو نمیبینیم. در نتیجه ما میتونیم تصور بکنیم که این روسری سرش نیست، ولی نمیدونیم هم در واقع روسری سرش نیست، چون طوری نورپردازی شده. در حالی که یعنی مردا سعی میکنن اوید بکنن ویلو یا یه جوری کنارش بزنن، در حالی که زنا اون ویلو چون هر روز باید باش سر کله بزنن به عنوان یه چیز واقعی زندگی نشون میدن. مثلا فیلم ولی اعتماد فرض کنید، فیلم مثلا بانی اردیبهشتش، این لچکش سرشه، همه جا خیلی هم راحت، هیچ مسئله هم باش نداره. مسئله دیگرش، مسئلهش لچکش نیست، مسئلهش اینه که مثلا نمیتونه فیلم بسازه، مسئلهش اینه که پسرش نمیذاره با این بویفرندش که ما هیچ وقت تو فیلم نمیبینیم. این هم جالبه، توی فیلم بانی اردیبهشت کارکتر اصلی فیلم یه کارگردان فیلمه که یه بچه یه پسر داره که میخواد، که شوهرم نداره، از شوهرش جدا شده، بچه پسرش میخواد خودش تنهایی بار بیاره، دوم میخواد حرفه فیلمبرداریش هم ادامه بده، سوم میخواد با یه آقایی که شوهرش نیست رابطه داشته باشه. تمام چیزایی که در جمهوری اسلامی در اون موقع در واقع اشکال باهاش بود. حالا چجوری این مرد را نشونش میده؟ رابطه عاشقانه مرد و زن چجوری نشون میده؟ اگه هر دوتا رو نشون میداد رابطه خیلی غیر واقعی میشود. یکی از به صورت تراژدی های فیلم های ایرانی اینه که در بعد از انقلاب که شما رابطه واقعی زن و مرد رو نمیتونی نشون بدین. هیچ زنی توی بدروم خودش از شوهرش رو نمیگیره، درست؟ ولی تو فیلم ها باستی زن باید از شوهرش رو بگیره دیگه، چرا؟ ولی که آدینس مرد حساب شده.
بنابراین هیچ وقت تصویر واقعی زن توی سینمای اوایل انقلاب نشون داده نمیشد، وقتی اگر نشون داده میشد. یعنی زن همیشه had to behave as though she was in public. یعنی تمام محیط‌های داخلی باستی به عنوان محیط‌های خارجی نموده میشد. برای همین هم مثلا کسایی مثل بنی اعتماد شروع کردن فیلماشون رو آوردن تو خیابون. وقتی شما زن رو تو خیابون ازش فیلم گرفتین، خب محجب بودنش هم عادیه. Because that's the law of the country. بنابراین خیلی، یعنی زن ها تونستن به نظر من نوعی فیلمسازی در ایران بیارن که فکر میکنم واقعا یونیک هست در دنیا. باشه. من دو سوالم یه مقدار شما جواب دادید که فیلم نشاهای نسخه‌اش از کجا آوردی؟ از خود بله. بله کاملا حرفتون درسته. این ترس و لرزای اینطوری تو اغلب فیلم‌های چیز هستش، موجنو هستش. جالبه که سایری یکی از داستاناش از واهمه‌های بی‌نام‌ونشان و کاملا توصیف می‌کنه اون وضعیتی که ما اون موقع در ایران همه داشتیم. همه می‌دونستیم یه دردی هست، همه می‌دونستیم اشکال چیه، ولی در این حال هم هیچ کس اسمش رو نمی‌دونست ببره. و بله، بنابراین زبان نمادین خیلی مد شد. اغلب فیلمم برای همین هم یکی از همین تفسیر این فیلم مشکل شد. و همین که کارگردان هم همیشه میتونست بگه که بزن زیرش، بگه نه این همین هست که آدم های عادی هستیم، نمادین نداره توش. ولی به همین علت هم فیلم ها اغلب فیلم ها نشون داده نمیشد. این فیلم هایی که ساخته میشد، مثلا فیلم مهجوی، فیلم دایره میناش مثلا 3 سال نشون داده نشد. گویی که این فیلم رو حتی توی جشنواره شیراز نشون دادن، فرح هم ظاهرا دیده بود، خوشش اومده بود، ولی مهجوی میگه بخاطر اینکه دکتر اقبال که رئیس چیز چی میگن؟ چی؟ خورشید. نه اون رئیس نظام پزشکی بود. باشم رئیس نظام پزشکی بود، مخالفت کرده بود برای اینکه تصویری که از بانک خون و همکاری دکترها با خونگیری غیرقانونی نمی‌کرد، این تصویر بدی میداد. اون موقع معروف بود، میگفتن که 3 تا شما راجع به چرا این فیلم های لوتیگری مد شده؟ برای اینکه لوتی ها تنها کسایی هستن که هیچ چیزی ندارن، سندیکایی ندارن. دکترها سندیکا دارن، پرستارها سندیکا دارن، معلم ها سندیکا دارن، همه سندیکا دارن و مخالفت میکنن با فیلم هایی که راجبش ساخته میشه. فاحشه ها و لوتی ها اینا سندیکا ندارن، بنابراین فیلم ها و
راجبشون ساخته میشه، چون هیچ یعنی نشون میده که سانسور فقط از جانب دولت نبود، سانسور از گروه‌های فشار دیگه هم بود که می‌خواستن تصویر از سازمانشون یا از نهادشون مثبت باشه. حالا فکر به آخری رابطه چی با؟ رابطه سیاسی اجتماعی با ساخت سینما. سینما بعد از دیگر رشته‌های هنر وابستگی زیاد به سرمایه. چون رمان شروع نمی‌شه. این رابطه شما با قدرت سیاسی شروع. اگه بخوام مقایسه کنیم مثلا نسبت به سینمای ترکیه یا مصر در نزدیک بودن ایران، این ساختار سیاسی اجتماعی در مقایسه با اون کشورها در روش‌ها باعث پیشرفت اول بیزایی که اصلا اول قدغن بودن هنوز هم قدغن هم هیچ وقت نشون داده نشدن متاسفانه. شاید وقت دیگر؟ نه شاید وقت دیگر نه اون بله نه ولی فیلم های چیز؟ فیلم چریکه تارا بعد از اینجا داره مرد یزدگرد و چریکه تارا بعد از انقلاب ساخته شده و هیچ وقت هم نشون داده نشده. برصد جریان سیاسی، رابطه سیاسی سینمای موجنو با دولت و اینا خیلی وسیعه و به طور خلاصه میشه گفت که همونطوری گفتم دولت در به وجود آوردن موجنو کمک کرد و اینکه حمایت کرد از فیلم‌ها. تمام فیلم‌های موجنو رو که نگاه بکنید تقریبا میشه گفت همه‌شون غیر از فیلم‌های نادری و فیلم‌های کیمیایی برایشون از حمایت‌های دولتی استفاده کردن. تلویزیون اومد تلفیلم رو تشکیل داد که تشکیلات بود برای ساختن فیلم‌های فیلم سینمایی که تمام فیلم مثل فیلم‌های مغول‌ها، فیلم‌های کیمیایی رو حمایت کرد ازش. فیلم تعداد زیادی از فیلم‌ها رو فیلم مهرجویی که شو حمایت کرد ازش، وزارت فرهنگ و هنر از فیلم‌های مهرجویی و از بقیه سینماگران حمایت کرد، از فیلم‌های شهید ثالث حمایت کرد. ولی در این حال از که از اینا حمایت می‌کرد این فیلم‌ها رو هم سانسور می‌کرد و خب این رابطه چیز موش و گربه‌ای بین فیلمسازا و دولت کاملا بود و دولت هم یک پارچه نبود. همینطوری گفتم عوامل مختلفی توش بودن. فرح مثلا فرح و قطبی اون چیز قطب لیبرال دولت بودن، پهبد که رئیس وزیر چیز به فرهنگ بود خودش هم تو مصاحبه خیلی طولانی که باش شده میگه که بله ما سازمانی بودیم که کنسرواتیو بودیم، محافظه‌کار بودیم، قطبی و سازمانش اونو پیشوا بودن و همیشه ما در مقابله با هم دیگه کار میکردیم. اگه نگاه بکنیم تمام تشکیلات مثلا تئاتر و موسیقی و باله و اینا ظاهرا تحت حمایت چیز بود، وزارت فرهنگ و هنر بود. ولی تلویزیون اومد نمیدونم جشن هنر را انداخت، نمیدونم اومد تلفیلم را انداخت که فیلم بسازه، اومد تلویزیون ها رو تلویزیون یک و دو رو درست کرد که بتونه فیلم‌ها و چیزهای هنری رو تو تلویزیون دوم نشون بده. رقابت‌های بین این نهادهای مختلف بود.
فرح اومد سازمان چیز رو بوجود آورد، پرورش فکری کودکان، لیلی ارجمندی که دوست نزدیکش بود گذاشت سر کار. اینا شروع کردن به تولید فیلم‌های برای بچه‌ها، یه بنیه حسابی برای سینما وجود آوردن. اولین فیلم‌های کیارستمی بیضایی رو کانون پرورش فکری حمایت کرد ازشون، عمو سیبیلو شو نمی‌دونم چه اینا رو به وجود آوردن. کیارستمی تا همین سال‌های وسطای دهه 80 و 1980s و اینا فیلم‌هایی که ساخت هنوز بعد از انقلاب برای چیز برای کانون پرورش می‌ساخت. بنابراین رابطه خیلی پیچیده هستش. در مورد سوال اولتون که شاخصهای مجنو، بله یعنی اون سینمای مجنو در واقع سینمای مؤلف ایران هست. مؤلف به این منظور و شاخصاش هم اینه که فیلمسازا اغلبشون خارج درس خونده بودن، نه الزاما سینما. غیر از بیضایی که خارج نرفته بود و کیمیایی که خارج نرفته بود برای درس فیلم، بقیهشون خارج درس خونده بودن. کیمیا بی، شهید سالس، نهجویی، هریتاش، بله اینا خارج درس خونده بودن و درس سینما، بعضیشون درس سینما، مثلا هریتاش سینما خونده بود. و دومی که اینا همکاری میکردن، یعنی چیزاشون و ایده هاشون و داستاناشون عوض این که از داستانهای عامیانه بگیرن، از داستانهای مدرن ایرانی میگرفتن، از گلشیری میگرفتن، از ساعدی میگرفتن، از دولت آبادی میگرفتن، از کسای دیگه که اونا خودشون داستانگوی خوبی بودن و چه بسا در اغلب اوقات هم با اینا همکاری میکردن، یعنی با هم دیگه این کلابوریشن بین این افراد در دورانی که خفقان، به دوران خفقان اختناق باشون گفتن و هیچ کس نمیتونست با کسی دیگه حرف بزنه از ترسش، این یه چیز خیلی پروداکتیوی شده بود وقتی که اینا میتونستن با هم کار کنن، حرف بزنن. وقتی دانشگاه آزاد کار میکردم، از دانشگاه آزاد اون موقع نه دانشگاه آزاد فعلی رو، دانشگاه آزاد اصلی رو که ما در اواسط دهه 1975 به وجود آوردیم، ما مهرجویی رو و گلشیری رو آوردم که ما یه سری فیلم بسازیم راجع به تاریخ ایران. گلشیری با مهرجویی همکاری کرده بود سر یکی از فیلماش و این خیلی ناراحت بود، میگفت که گلشیری اسم خودش میذاره اول عنوان نویسنده، بلکه باید اسم من باشه. شما اگه به فیلم چیز نگاه کنین، سایه‌های بلند باد، فیلمناشه نوشته گلشیری و فرمان را. مهرجویی برعکس می‌نویسه، یه مهرجویی و فلان. این گلشیری میگفت تو می‌خوای چیز کنی، کردیت بگیری برای کاری که نکردی، چیزای اینطوری. ولی بابا جان اینا با هم دوست بودن توی اون شرایط اختناق و سختی، این نفس اینه که با هم بتونن حرف بزنن، بحث بکنن، به نظر من یه چیز خیلی مهمی بود. دیگه اینکه این فیلم سازا دیگه اینه که نوع داستان پردازی که به وجود دادن، داستان پردازی نوبلیستی یعنی مدرن بود، یعنی داستان پردازی بود که به خاطر استایل فیلمشون که در واقع the style of invisible editing و فیلمینگ بود، موجب میشد که فردیت رو و ذهنیت فردی رو در تماشاچی ها تقویت بکنه، یه نوع دموکراسی نراتیو به وجود بیاره. چون در داستان های classic novels you have multiple characters that are speaking and the audience identify with different people, and in a way these novels are dialogic, very different from the documentaries. دباشه من دارم انگیزی خیلی فرق میکنه با فیلم های مستندی که در همین دوران در ایران ساخته میشد و همشون وایس اوور داشتن، یعنی روایت هاشون وایس اوور مردانه بود و این فیلم های مستند به نظر من فیلم های خیلی آمرانه بودن چون تک صدایی بودن، در حالی که این فیلم هایی که مجلویی ها درست میکردن کاملا نابلستیک بود و فردیت ایجاد میکرد و اجازه میداد که هر کسی خودش رو جای بازیگران ببینه و این هم به این علاقه که فیلم سازا درس خونده بودن و از نویسنده ها استفاده میکردن برای فیلماشون. و دیگه یکی دیگه همینه که از بازیگرهای استفاده میکردن که تجربه دار بودن. مثلا یکی از خوبی های
کار کردن با وزارت فرهنگ و هنر این بود که از بازیگرای وزارت فرهنگ و هنر استفاده می‌کردن. مثلا همین فیلم گاو که نگاه می‌کنیم بازیگراش همش بازیگرای تئاتر چیز بودن، فرهنگ و هنر بودن، آدمای کارکشته خیلی اینا میتونستن اون حالت فرضیت رو به وجود بیارن در تماشا چی؟ مرسی. دو دقیقه فرصت داریم. آقای برمی آخری سوال. سوال بیشتر این توضیح هست. گفته شد اینجا که دوره آقای قطبی برا سانسور بود. اینا من در هر دو دوره کار کردم. هم دوره قطبی کار کردم، هم دوره قطبزاده کار کردم. گمان میکنم که دوره قطبزاده خیلی بدتر بود. در این شکل نیست و حالا این دو سه دهه آخر رو نگاه نکنیم که به دلیل گستردگی نوع ارتباطات از اینترنت مانند اینترنت خب همه این چیزها رو ما میبینیم، ولی شما توجه بکنید که جدای نادر از سیمین هنوز اکران عمومی نیافته در ایران. چرا شده؟ در فستیوال فرش نشون داده شده. بسیار از فیلم هایی مثلا فیلم حراج، تهران من حراج دیدید که چه بلای سرش اومد. بخوام بگم که این آخرها به دلیل نوعی ارتباط ها سرده یک مقدار مقدار آزادی چید شده، وگرنه اونا دلشون نمیخواد اصلا آزادی بودن و اصلا اهل آزادی نیستن. نمونهش بلایی بود که سر آخر فیلمی که من در تلویزیون جمهوری اسلامی داشتم براشون می‌ساختم آوردن و اجازه ندادن، گفتن که فیلم باید اسلامی باشه. گفتن فیلم اسلامی چه جور چیزیست؟ یه کتابچه مال حضرت امام جعفر صادق خدا شاهد من گفت داستان‌های امام جعفر صادق اینجا نوشته برای چه جوری باید فیلم اسلامی باشه. اینو می‌خوام بگم که این اشتباه نکنید، حضرت اینا به شما چیز نمیده، ولی حالا این توضیح می‌خواستم بگم که چه بله نه اشکالات بسیار مونده هست در وضعیت فعلی و منم ترجمهشون میکنم تو دو تا کتاب بعدی که راجع به جمهوری اسلامی هست مشخصا با دقت نمونه های خیلی زیادی هست از اشکالاتی که بوده و هنوزم کماکان هست. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم دکتر. خسته نباشید.